محمد جاوید، هرچند اصالتاً اهل لار فارس شناسایی شده، اما خود مخفی نمی دارد که در 4 آبان 1335 در شیراز شرف حضور یافته و بلافاصله نیز لیسانس زمینشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد گرفته و ابتدا کارشناس معدن و سپس بازنشسته شریف و محترم شده است. از سنه 1384 شعر طنز را جدی گرفته و دیگر ولکنان نشده است، حتی با خواهش دوستان و اطرافیان. کاریکاتورشون با مختصری برشی از زندگیشون، و الان سر میچرخانم به جانب دوستان و خواهش میکنم یه سلام علیک چاق سلامتی صمیمانه با دوستان بیننده علاقمندان قندفلو داشته باشن. آقای قیصری از مردشت فارس. بله، سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم اظهار خوشحالی میکنم از اینکه خدمت دوستان عزیز طنز پرداز هستم و بالاخص اساتید محترمی که در قامت داور ارزیابی میکنند کار ما رو. امیدواریم که به خاطر بداهه بودن کارها به هر حال بر ما کم و کسری کارها رو ببخشایند. خواهش. عیدم که تبریک میگید دیگه، حتما دیگه. عید رو بقیه گفتن، حالا یه چیزی گفتن. بسیار خوب، دست شما درد نکنه. ما پسرخاله‌ای داشتیم کوچیک که بودیم، بعد برادرم بهش گفت عباس جان عیدت مبارک، گفت خودم میدونم. بسیار خوب. آقای فرج‌اللهی عزیز از خود تهران. به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، موجی گل برنامه، داورای عزیز و همه دستندرکارای این برنامه در خدمت هستم. خیلی ممنون آقای حسن‌زاده مشهد خودمون. سلام خدا، من هم سلام میکنم، عرض شب بخیر و شاد باش دارم خدمت همه کسایی که برنامه رو نگاه میکنن و حتی اونایی که نگاه نمی کنن میشنن. امیدوارم که توبه کنن و برگردن و این برنامه رو ببینن. بله، آقای جاوید از شیراز. به نام خداوند فصل بهار، عطا بخش سبحان شام و نهار، نداده اگر ثروتم شاکرم، که داده به همراه من احتبا. سلام. دست شما در نکنه. همراه هم منظور سیم کارت از منتها دیگه رندی کردن، دیدن سیم کارت به سختی تو شعر میاد به خاطر میم سیم و ری کارتش و اینا، همراه گذاشتن. دست شما در نکنه. خیلی خب دوستان عزیز، در اولین بخش با بیتا بیت آغازگر این نوبت خواهیم بود که در خدمت شما هستیم. شعر رو میخونم از زنده یاد استاد محمد علی گویا، مهندس گویا، بلبل گویا، که سالهای آخر گل آقا این افتخار رو داشتم که تقریبا روبروی هم مینشستیم. خدا رحمتش کنه. بهار و گل طربانگیز گشت و توبه شکن، بهار و گل طربانگیز گشت و توبه شکن، بیا که من به تو تبریک گویم و تو به من. بیا بیا که بهار جدید و عید آمد، بیا که سال نو و عید پر امید آمد. گذشت فصل خزان ها و زعفرانی ها، رسید دور بهاران و ارغوانی ها. بیا که سال طلب سال شادمانی هاست، که سال عشق و صفا ترک سرگرانی هاست. بیا ز حضرت مولا بگیر عیدی خیش، بیا ز حضرت مولا بگیر عیدی خیش. استاد مهندس گویا خیلی به خاندان اهل بیت عشق و علاقه داشتن و به حضرت مولا، و شعرهای جدی مناسبتی گلاغارم آقای مهندس گویا میگفتند در مناسبت ها و ولادت ها و عزاداری ها. بیا ز حضرت مولا بگیر عیدی خیش، امید دل به نشان جای ناامیدی خیش. بیا که دست محبت به یکدیگر بدهیم، بیا که درس محبت به این بشر بدهیم. بیا بیا که بخندیم عاشقانه بخند، به هر امید بخند و به هر بهانه بخند. روحت شاد استاد گویا. دال آقای جاوید. در دستم اگر عصای موسی باشد، میگویمش این گرسنگی را بخورد. جاوید سفرویگی. بله آقای سفرویگی عزیز، ایلام خیلی خوب بود.
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، قدحش کاسه آجیل در آمد از کار. بله، از کی؟ از مشتبه احمدی. آی احمدی کرمان، بله مشتبه آقای فرج‌اللهی است. روی قبرم ننویسید خل و چل بوده است، بنویسید که یک عارف کامل بوده است. دوست عزیزم آقای عباس احمدی. بله آقای عباس احمدی، نفر اول مجموعه اول قند پهلو قم. بسیار خوب آقای قیصری. تلخ است حرف حق، ولی ما این دوا را با طنز شیرین میکنیم آنسان که دانی. بله این شعر از حمید آرش آزاد. بله تبریز. بسیار خوب، دست شما دادن بیتای خیلی خوبی بود، بسیار ممنون. از نیست تا بیست. آی فیض به همه بیست دادن، من هم به خاطر احترام به نظر ایشون به همه بیست میدم. یعنی خودم اصلا هیچی. عکس و مکس. دوستان خسته نباشید، خیلی ممنون. آقای قیصری شما شروع میکنیم، بفرمایید چی گفتید. حتی با کسب اجازه از اون خر مورد نظر که تو هوا آویزون هست که در دسترس میباشد، اسنادش موجود. بله، عکس الاغ بین که چون توی هوا معلق است، پاردومش دراز باد آن که چنین نمود و رفت. بارک الله پاردومش دراز باد. اشاره بالاخره در واقع تضمینی از همون بیت حافظ. خیلی خوب آقای فرج‌اللهی. هر کسی که به عکس خندیده، معنی عکس را نفهمیده. زیر بار گرانی بازار، خرمان مثل گاو زاییده. خوب بود، بسیار جالب بود. خرمان مثل گاو زاییده. آی حسنزاده. بله، در بلاد فرنگ آوردند آدمی کل شق و سر به هوا، آنچنان بارگاری خر کرد که زمین رفت بار و خر به هوا. که زمین رفت بار و خر خر به هوا. خیلی خوب، خر به هوا جالبه. میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. سر به هوا داریم. این خر به هوا، من این خر رو نداشتم، مشکام خوب نوشتم، بابام به من عیدی داد، ایام عید هست دیگه. این خر قلقلی دیگه نمیشه گفت دیگه، اینجا کار گیر میکنه، گیره دیگه، وزنشم گیر میکنه. آقای جاوید بفرمایید. ای بشر، من الاغم و نادان، تو ولی با شعوری و انسان. پروفسور با شعور با ادراک، این همه بار پشت من نتپان. بسیار مادن نکنه. عادی بود، جالب بود. خب شعرها خوب بود. من برای آقای حسنزاده، بله، به خاطر حالا اون نوع شوخی که ساخته بودن و ترکیبه هم قشنگ بود. آره، سر به هوا به هوا، یعنی این رو در واقع اومده بود ردیف گرفته بود و خر و سر و قافیه کرده بود، خود به خود شیرین تر شده بود کار. برای ایشون 19 امتیاز در نظر میگیرم، سایر دوستان 18 امتیاز. یه ذره تجسم کنید خر شیرین تر بشه چجوری. 19 آقای قیصری، آقای فرج‌اللهی 19، آقای حسنزاده و همون علت 20 و آقای جاوید هم 19. بسیار خوب، دست شما درد نکنه دوستان، خیلی شعرهای خوب بود. خسته نباشید. مشغول رانندگی در جاده